سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحثمون رو در مورد هنجارسازی تابع موج ادامه بدیم همونطوری که انتهای ویدیو قبلی گفتم توی این ویدیو میخوایم اثبات بکنیم به صورت ریاضی که معادله شرودینگر هنجارسازی یک تابع موج رو به هم نمیزنه به عبارت دیگه اگر ما در یک لحظه مثلا تی مساوی با تی صفر یک جواب معادل شرودینگر رو به هنجار کرده باشیم به این معنی که انتگرال از منفی بی نهایت تا بینهایت اندازه سایه x و تی صفر به توان دو دی ایکس مساوی با یک باشه که این شرط لازمه برای اینکه ما میخوایم اندازه سایب توان دو یک تابع چگالی احتمال باشه پس باید این انتگرال براش مساوی با یک باشه و اگر ما این جواب رو جوری به هنجار کرده باشیم که این شرط براش برقرار باشه اون وقت در هر زمان تی مساوی با مثلا t یکی همچنان انتگرال منفی بی نهایت تا بی نهایت اندازه سایه x و t یک به توان دو دی ایکس باز هم مساوی با یک خواهد بود. خب اینو میخوایم به صورت ریاضی با هم ثابتش بکنیم همونطور که گفتم کسایی که خیلی علاقه ای ندارن به جزئیات ریاضی این اثبات میتونن این ویدئو رو تماشا نکنن و صرفا حرف ما رو قبول بکنن که تاب مادل شرودینگر هنجارسازی تاب موج رو به هم نمیزنه و این در حقیقت برقرار خواهد بود این گفته بالا خب حالا بیاد اثبات رو با هم دیگه شروع بکنیم جوری که ما میخوایم اثبات بکنیم در حقیقت میخوایم نشون بدیم که وقتی که ما انتگرال میگیریم از منفی بینهایت تا بی نهایت از, از اندازه تابع سای x و t به توان دو دی x این چیزی که اینجا میمونه در حقیقت جواب این انتگرال چون داریم روی x انتگرال میگیریم در حالت کلی یک تابعی از تی خواهد بود درسته چون روی ایکس که انتگرال گرفتیم دیگه وابستگیش به ایکس از دست رفته و فقط به تی وابسته خواهد بود و ما در حقیقت میخوایم نشون بدیم که این تابعیتی از تی هم نداره و دیگه به صورت یک عدد ثابت خواهد بود یعنی میخوایم نشون بدیم که مشتق این انتگرال نسبت به زمان برابر با صفر هستش اگر مشتقش نسبت به زمان برابر با صفر باشه یعنی اینکه که در یک زمان تی مساوی با تی صفر اگر ما تابمون رو به هنجار بکنیم که این انتگرال براش بشه یک بعدا هر چقدر که در زمانهای دیگه زمان تغییر بکنه به زمانهای دیگه باز هم انتگرال مساوی با یک خواهد بود چون پاسخ این انتگرال وابستگی زمانی ندارد درسته پس اگر ما ثابت بکنیم که مشتق این انتگرال نسبت به زمان صفر هستش در حقیقت ثابت کردیم که معادله شرودینگر هنجار سازی تابع موجمون رو به هم نمیزنه خب جوری که اثبات میکنیم این هستش که وقتی میخوایم این مشتق رو حساب بکنیم میتونیم مشتق رو ببریم داخل انتگرال و در اون مشتق رو به این شکل بنویسیم انتگرال منفی بی تا بینهایت مشتق جزئی یعنی روند به روند تی اندازه سایه x و t به توان دو دی x دقت بکنید که وقتی بیرون می نوشتیم مشتقه من به صورت مشتق عادی نوشتمش چون همونطور که گفتم جواب این انتگرال فقط تابعی از زمانه ولی وقتی می بریم مشتق رو داخل انتگرال باید به صورت مشتق جزئی بنویسیمش چون این تابع تحت انتگرال هم تابعی از x و هم تابعی از t خب قبل از اینکه ادامه بدیم من یک نکته ای رو بگم که البته باید زودتر میگفتم ولی الان یادم اومد این هستش که همونطور که تو ویدئوهای قبلی هم ما گفتیم جوابهای فیزیکی معادله شرودینگر اونهایی هستند که این انتگرال براشون مقداری غیر از بینهایت باشه یعنی این انتگرال در حقیقت واگرا نشه برای اون جوابهای معادله شرودینگر و شرط این که این انتگرال همگرا بشه این هستش که نرخ نرخ میرایی تابع موجمون بزرگتر از یک بر روی رادیکال قدر مطلق x باشه حالا این جمله به پیچیده که من نوشتم یعنی چی یعنی اینکه توابع موجی براشون این انتگرال غیر بینهایت میشه همگرا میشه و در نتیجه قابل به هنجار سازی هستند که وقتی که مقادیر ایکس خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک میشه یعنی وقتی که ایکس به سمت مثبت یا منفی بینهایت میره اگر ما مثلا اندازه تابع موجمون رو رسم بکنیم اندازه سایه x و t رو رسم بکنیم بر حسب x اون وقت اگر این تابع تابع مثلا یک بر روی قدر مطلق x باشد یک برای عضو میخوام رادیکال قدر مطلق x باشد اندازه تابع موجمون باید وقتی که x خیلی بزرگ میشه کوچیکتر از این باشه این یعنی اینکه نرخ میرایی تابهمون سریعتره یا بزرگتر از یک رو رادیکال قدر مطلق است مثلا تابع سایمون میتونه یک همچین شکلی داشته باشه این میتونه مثلا اندازه سای باشه و اگر یک همچین حالتی پیش بیاد وقتی انتگرال اندازه سای به توان دو رو حساب بکنیم همگرا میشه انتگرالش در صورتی که اگر تابمون بالای یک رو قدر رادیکال قدر مطلق x باشه مثلا فرض کنید که یک همچین حالتی داشته باشه تاب سایمون اون وقت این انتگرال براش واگرا میشه و قابل سازی نیست تابمون خب این یک نکته هستش که فقط بهش توجه بود. بکنید پس توابع سایی جواب های فیزیکی معادل شرودینگر هستن که سریعتر از تابع یک رو رادیکال ایکس دقیقت بمیرند وقتی که x خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک میشه خب برگردیم سراغ اثباتمون اثبات رو چجوری ادامه میدیم این نکته رو اولا که در ادامه اثبات من این بخش در حقیقت وابستگی سای به x و تی و دیگه نمی نویسم برای سادگی پس فقط سای x و تی رو با ساینشون نشون میدم برای اینکه ساده تر بشه خب اندازه سای به توان دو چون سای یک تابع مختلط هستش میدونید که برابر هستش با مزدوج مختلط سای که با سای ستاره یا سای استار نشونش میدیم ضبط در خود سای این یک چیزی هستش که از جبر مختلط حتما میدونید خب حالا اگر ما از این بخوایم نسبت به زمان مشتق بگیریم اگر بخوایم نسبت به زمان مشتق بگیریم یعنی دی به دی اندازه سای به توان دو که اون چیزی هستش که توی این انتگرال داریم طبق قاعده زنجیری برای مشتق مساوی با چی می شود؟ مساوی می شود با سای استار در مشتق سای نسبت به تی به علاوه مشتق سای استار نسبت به تی زب در سای خب حالا ما میایم توی این عبارت یک جایگذاری میکنیم که در حقیقت از معادله شرودینگر براش استفاده میکنیم اگر خاطرتون باشه معادله شرودینگر چی بود؟ معادله شرودینگر بود آی بار در دی سایب به دی مساوی هستش با منفی h بار دو فکر کنم کم کم داره حفظتون میشه مادر شردینگر رو روی دو ام دی دو سای یا روند دو سای به روند ایکس دو چون مشتق پاره ای هستش به علاوه وی در سای خب از این دو تا نتیجه میگیریم اول اینکه اگر دو طرف رو به آی اچ بار تقسیم بکنیم دی سای به دی تی رو به دست میاریم یا روند سای به روند تی مساوی میشود با چی مساوی میشود با آی اچ بار من دارم صورت مخرج رو توی آی هم ضرب میکنم آی اچ بار روی دو ام در دی دو سای دی دو سای به دی 2 دو من های آی روی اچ بار در وی در سای خب پس این میشود مشتق تابع موجمون نسبت به زمان عین همین مشتق اگر این عبارت رو مزوج مختلطش رو حساب بکنیم دی سای استار به دی تی رو هم به دست میاریم دی سایستار استار به دی تی مساوی میشود با چی؟ مساوی میشود با منفی آی اچ بار روی دو ام دی دو سایستار استار به دی ایکس دو درسته؟ به علاوه آی روی اچ بار در وی در سای خب پس این دو تا عبارتی که اینجا داشتیم یعنی دی سای به دی تی و دی سای استار به دی تی رو ما اومدیم از معادله شرودینگر حسابشون کردیم حالا این دوتا رو اگر جایگذاری بکنیم توی عبارت بالا چی به دست میاریم بعد از ساده کردن؟ به دست میاریم دی به دی تیه اندازه سای به توان دو که مساوی هستش با سا, سا... سای ستار در دی سای به دی تی دی سای به دی تی در سای اگر جاگذاری انجام بدیم مساوی می شود با بعد از یه ساده سازی خیلی کوچیک آی اچ بار روی دو ام در سای ستار دی دو سای به دی ایکس دو بله من های دی دو سای استار به دی ایکس دو در سای خب دقت بکنید که این جمله و این جمله بعد از اینکه ضرب میشه اولی توی سای و دومی توی سای و با هم جمع بکنیم با هم دیگه هست میشن چون یکیشون منفیه یکیشون مثبت و فقط از کدوم از این عبارت ها جمله اولش میمونه که بعد از آیش بار رو دوم اگر فاکتور بگیریم این به دست میاد پس در حقیقت عبارت تحت انتگرال ما این چیزی هستش که اینجا داریم حالا یک کلک خیلی جالب که اینجا میتونیم سوار بکنیم این هستش که این عبارتی که اینجا داریم و میتونیم به این شکل بنویسیمش میتونیم یه دی به دی ایکس رو ازش بیاریم بیرون یا روند به روند ایکس رو ازش بیاریم بیرون و بنویسیمش به, به شکل روند به روند ایکس آی بار روی دو ام در سای استار دی سای به دی ایکس من های دی سای به دی ایکس در سای این یک نکته خیلی خیلی مهم هستش چون اگر این دی به دی ایکس رو الان ببریم داخل اون چه که توی پرانتزه و اثر بدیم و از قاعده زنجیری استفاده بکنیم برای مشتقها دو تا جمله به دست میاد که اضافی هم با هم هست میشن یعنی دوتا یه در میاریم سای استار به دی اکس. در سای به دی ایکس در دی سای به دی ایکس منهای خودش یعنی منهای دوباره دی سای استار به دی اکس. در دیه سای به دیه ایکس که این دوتا با هم دیگه ساده میشن و اون یکی دوتا جمله ای که میمونه دقیقا همین دوتا جمله ای هستش که اینجا داریم یعنی سای ستار دی دو ای سای به دی ایکس دو من های دی دو ای سای استار به دی ایکس در سای پس این دوتا عبارت با هم دیگه مساوی هستن حالا چرا ما این دی بی دی اکس رو آوردیم بیرون چون این باعث میشه که بتونیم خیلی ساده انتگرالمون رو حساب بکنیم یعنی این انتگرالی که اینجا داشتیم انتگرال منفی بینهایت تا بی‌نهایت دی به دی تیه یا روند به روند تی اندازه سای به توان دو دی ایکس مساوی می شود با انتگرال این چیزی که داریم اینجا یعنی انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت دی به دی ایکس آی اچ بار روی دو ام در سای استار دی سای به دی ایکس منهای دی سای استار به دی ایکس در سای کل قضیه هم داریم روی x انتگرال میگیریم دیگه حالا اتفاق جالبی که میفته این دی x با این دی x ساده میشود و داریم از دی این عبارت انتگرال میگیریم که دی این عبارت وقتی انتگرال بگیریم انتگرالش میشه خودش دیگه چون دی این عبارت انگار داریم از مشتقه یه چیزی انتگرال میگیریم انتگرال چون عمل عکس مشتقه حاصل انتگرالمون میشود آی اچ روی دو ام در سای استار دی سای به دی ایکس من های دی سای ستار به دی ایکس در سای فقط باید توی این عبارت برای ایکس از مثبت بینهایت و منفی بینهایت رو جایگذاری بکنیم یعنی x مساوی مثبت بینهایت و x مساوی منفی بینهایت رو جایگذاری بکنیم از هم کم بکنیم حالا نکته مهم اینجا این هستش که ما گفتیم کلا داریم با تابه های سایی کار میکنیم که قابل به سازی باشن و در حقیقت جواب های فیزیکی مادل شرودینگر باشن و چنین توابه نرخ میراییشون بزرگتر از یک روی رادیکال ایکس هستش که این در حقیقت به ما نتیجه میده که وقتی نرخ میراییشون بزرگتر از یک رادیکال ایکس همینطور که میبینید وقتی که ایکس به سمت مثبت بینایت و منفی بینایت میره مقدار تا به موجمون صفر می شود یعنی در حقیقت حد x به سمت مثبت یا منفی بی نهایت سای ایکس و تیمون مون برابر با صفر هستش درسته پس اگر مثبت و منفی بینهایت رو توی این عبارت جایگذاری بکنیم هر دوی این جمله ها صفر میشن چون سای استار مثبت و منفی بینهایت x مساوی مثبت منفی بینهایت و سای x مساوی مثبت منفی بینهایت هر دو صفر هستند پس جواب این انتگرال برابر با صفر هستش خب اون نتیجه خیلی جالبی که میخواستیم رو حالا به دست آوردیم چرا؟ چون این انتگرال در حقیقت این انتگرال اولیه بود که ما فقط مشتق رو برده بودیم داخل انتگرال یعنی اگر با زرد اینجا براتون بخوام بنویسم ما ثابت کردیم که دی به دی تی انتگرال از منفی بی نهایت تا مثبت بینهایت اندازه سای ایکس و تی به توان دو دی ایکس مساوی هستش با سف که این نتیجه بسیار بسیار مهمیه یعنی نشون میده که اگر ما برای یک زمان تیه به خصوصی تابمون رو به هنجار کرده باشیم و کاری کرده باشیم که این انتگرال مساوی با یک بشه دیگه مقدارش با زمان تغییری نمیکنه و همیشه مساوی با یک میمونه یعنی انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت اندازه سای x و تی به توان دو دیه ایکس مساوی با یک هستش برای هر تی خب این هم از نتیجه که میخواستیم اثبات بکنیم توی کلاس درس بعد میبینم اتون.